سلام، به چهارمین ولاگ من از سفر لندن یا اروپا به ایران خوش اومدید. این ولاگ از سه ولاگ قبلی پرچالش‌تره، برای که معطلی داخل زیاد داشتیم. اینجا شهر صوفیا رو داشتیم ترک می‌گفتیم، می‌رفتیم به سمت مرز بلغارستان که وارد مرز ترکیه بشیم. حالا براتون میگم چه سورپرایزایی در پیش چشم داشتیم و خودمون نمی‌دونستیم. همونطور که توی ولاگ قبل گفتم، کشور بلغارستان مخصوصا شهر صوفیا و هومش کوهستانیه و خیلی قشنگه. ببینید چقدر سرسبزی داشت. اینجا دیگه داشتیم خارج می‌شدیم و به مرز بلغارستان نزدیک می‌شدیم. وقتی که رسیدیم به لب مرز بلغارستان، ببینید چه صف طویلی بود و تا لب مرز توی صف ایستاده بودیم، عکس چند تا مجرم رو اینجا زده بودم به دیوار، البته برای کشور بلغارستان بود. اینجا هم تابلو زده بود که دارندگان پاسپورت اروپایی توی لاین وایستند، بقیه پاسپورت ها توی لاینه دیگه. ما تو صف پاسپورت های اروپایی ایستاده بودیم. اینایی هم که انقدر بچه ها گرم بود هوا و دیگه همه خسته شده بودن از شلوغی پشت این مرز. این جزء چالش هاشه، بدونید خیلی معطلی دارید، به موقع حرکت کنید. دیگه انقدر گرم بود همه از ماشین اومده بودن پایین. این ماشین جلویمون هم از آلمان اومده بودن، ترک مسلمان بودن و از آلمان اومده بودن. خب اینجا رسیدیم دم دکه پاس کنترل مرز بلغارستان. امیر رو از ماشین پیاده کردن، یه دونه عکس ازش گرفتن و پاسپورت هامون رو دادن و ما از اینجا رد شدیم. اولش خوشحال فکر کردیم دیگه الان وارد ترکیه میشیم، بعد دیدیم نه، تازه از مرز بلغار خارج شدیم و تازه اول دردسرام برای ورود به خاک ترکیه بود. صف طویل، بسیار کند کار میکردن. این خانم هم اومد یه اسپری پاشید کف دستمون، نمیدونم ضد عفونی کننده بود، خوشبو کننده بود. این هم قسمت کاستوم یا همون گمرکش بود. از پاس کنترل با پاسای ایرانیمون رد شدیم، ولی سمت گمرک که وارد شدیم گفت که باید بری از گیت دیتری بری و ما هم فکر میکردیم که خب حالا میریم از زیر گیت وسایلمون رو میبینن. اومدیم دیدیم وای اینجا چقدر چه صف طویلی و به قول خودشون باید گرین کارت میگرفتیم. 63 یورو داریم تو اون گرما گرین کارت گرفتیم و باز اومدیم اینجا. اینجا در تریلر رو باز کردن، یه مقدار گشتن تو ماشین رو، رد شدیم و وارد کشور ترکیه شدیم. یادتون باشه با پاسپورت ایرانیتون وارد کشور ترکیه بشین، البته اگر دوال نشنالیتی یا دو ملیتی هستی. وارد شهر ادیرنه، شهر مرزی بین بلغارستان و ترکیه شدیم و اولین چیزی که به چشممون اومد این مسجدهای زیباش بود. این ایستادن توی صف گمرکی ترکیه و خروج از مرز بلغارستان پرچالش‌ترین قسمت سفر ما بود. حدود 3 ساعت و نیم 4 ساعت توی اون هوای بسیار گرم. اینجا یه باک بنزین زدیم، بنزین لیتری 1 یورو هست توی ترکیه. علت معطلی ما این بود که کارنت ماشین به زبان انگلیسی بود و اینا درست نمیتونستن بخونن و هی دست به دست میکردن. خلاص خیلی علافی داره، پیشبینیشو بکنی. از ادیرنه حرکت کردیم به سمت استانبول. همونطوری که توی ولاگ قبلی گفتم، با جی پی اس بدون اینترنت ما مسیر رو پیدا کردیم. قرار یه شب استانبول بمونیم، امیر پسرمون رو ببینه و بعد حرکت کنیم بریم به سمت ایران. اگه خدا بخواد تو مسیر برگشتمون قرار یک هفته ترکیه بمونیم، ولی رفتنه فقط رد میشیم. جاده‌های کشور ترکیه، این قسمتی که قسمت اروپایی که داخلش بودیم، سبانده، وسیع، ترتمیز، خلاصه همه چیز عالی. حتی از جاده‌های بلغار هم که یعنی عضو ایو هستن خیلی قشنگ‌تر بود. ساختمان‌ها هم که همه مدرن. البته شهرهای کوچیکش و قسمت‌های روستاییش ساختمان‌های در و داغون زیاد داره. توی ماشین دستمون خورد به موبایل و نقشه موبایل که آفلاین کار می‌کرد بسته شد. مجبور شدیم بیایم داخل استارباکس توی جاده، یه قهوه خریدیم، وصل شدیم به اینترنتش، مجدداً آدرس هتل داخل استانبول رو زدیم توی نقشه که به صورت آفلاین بریم داخل هتل. هتل رو از قبل رزرو کرده بودیم، یعنی از داخل بلغارستان رزرو کردیم. داخل قسمت اروپایی ترکیه توی بزرگراه‌هاش و اتوبان‌هاش پر از کافی شاپ‌ها و رستوران‌ها، اینها هم نوناشوره. و رستوران‌های شیک بود و استارباکس داشت و به خاطر وایفایش خیلی به درد ما می‌خورد. در حالی که وقتی وارد قسمت آسیایی شدیم دیگه از استارباکس های بین راه خبری نبود و ما با چالش اینترنت مواجه می شدیم به خاطر نقشه. ما اولش می خواستیم سیم کارت بخریم، بعد دیدیم فقط داریم 2 روز از تو ترکیه عبور می کنیم. برای چی بخریم؟ بذاریم برگشتنه که قراره 1 هفته ترکیه بمونیم، اون موقع سیم کارت و اینترنت ترک می خریم. اینجا محله هتلمونه که خیلی شیک بود و هتلمون اسپا داشت، ماساژ داشت، با صبونه 5 ستاره هم بود و 45 یورو گرفتیم. خیلی قیمتش مناسب. الان قسمت داخل هتل هم نشونتون میدم.
رفتیم سریع آماده شدیم چون قرار بود با فامیلای امیر بریم شام بیرون یه رستوران خیلی قشنگ لبه آب. اینم داخل هتل که کتری برای جوش آوردن آب و قهوه و چایی هم داشت، با اینکه صبحونش هم جزء هتل بود ولی باز اینا رو داخل اتاق هم داشت. دوستانی که به من میگن موزیک روی فیلمت نذار، این فیلم ها اکثرش داخل ماشین گرفته میشه و صدای باد میاد از توی ماشین، بعد من هم یه مقداری سرعت فیلم ها رو تون میکنم که بتونم زیر 15 دقیقه دانلود کنم، آپلود کنم فیلم های یوتیوب رو، و چون دورش رو تون میکنم صدای حرف زدنمون، صدای موزیک و همه چیز به طرز وحشتناکی فجیع میشه، یعنی نمیشه باشه، یعنی من باید یه موزیک پس زمینه این فیلم ها بذارم و معذرت میخوام از اینکه موزیک های داخل ماشین یک مقداری، فیلم های داخل ماشین یه مقداری لرزش داره، برای که در حال رانندگی هستیم دیگه. این هم جاتون خالی شامی که خوردیم توی رستوران ترکی که نمیدونم اسمش چی بود، حالا شاید براتون پیدا کردم، اگر اسمش رو خواستین توی کامنت ها بپرسید تا براتون کامنت بذارم. این شام 45 پوند شد با 4 تا نوشیدنی و 3 تا شام. برگشتیم هتل، شب خوابیدیم و صبح هم صبحونه هتل رو خوردیم و حرکت کردیم به سمت ایران. البته قبلش جی پی اس رو داخل هتل با وای فای داخل هتل راه انداختیم و مقصد رو زدیم بازرگان، مرز بازرگان. اینم صبحونه این هتلی که خدمتتون توی اپیزود قبل گفتم. ترکیه کشور بسیار طویلیه و شما از این سرش که استانبول تا اون سرش شاید 2 روز و نصفی تو راه باشید. بنابراین هرچند هم بخواییم داخلش، میخواستیم داخلش نمونیم موقع اومدن، ولی یه جورایی مجبور شدیم 3 شب بمونیم توی ترکیه. خب اینجا از هتل زدیم بیرون، حرکت کردیم به سمت مرز بازرگان، مقصد رو زدیم مرز بازرگان، با جی پی اس آفلاین داشتیم میرفتیم. از پلی که قسمت اروپایی رو به آسیایی رد میکنه رد شدیم، هیچ هزینه و عوارضی هم ازمون نگرفتن و هرچی از پل میگذشتیم تابلو میزد آنکارا، یعنی مثل اینکه باید از آنکارا رد میشدیم، ولی خب ما داخل آنکارا نرفتیم، ما از کمربندی ها رد میشدیم. این هم این پلی که خدمتتون گفتم نه عوارضی داشت نه چیزی. حالا ما توی دانمارک برای عبور از یه همچین پلی که دو جزیره بزرگ دانمارک رو به هم وصل میکنه باید حدود 500 کرون عوارضی بدیم. این هم منظره تا چشم کار میکرد آب بود کنار جاده. نکته جالب این بود که هرچی از سمت اروپایی ترکیه به سمت آسیاییش نزدیک میشدیم، یعنی از استانبول به سمت آنکارا، خیابون‌ها باریک‌تر می‌شد، ویلاها ساده‌تر می‌شد، بعد ساختمان‌های قدیمی بیشتر توش دیده می‌شد، مردم محلی و بومی بیشتر داخلشون دیده می‌شد. کلاً کیفیت زندگی و کیفیت جاده‌ها در قسمت اروپاییش خیلی بهتر از قسمت آسیاییش بود. ولی اینو بدونید که مردم ترکیه مردم بسیار مهربانی‌اند، مثل مردم بلغارستان خیلی کمک می‌کنن، خیلی احترام می‌ذارن. توی هتل پسر صاحب هتل نمیذاش ما ساکای خودمون رو حمل کنیم. خیلی آدمای مهربون و با احترامی هستن، محترمی هستن. ببخشید نمیدونم تابلوی آنکارا رو دیدین یا نه، ولی ما وارد آنکارا شدیم. البته از جاده کمربندیش رد میشدیم و داخل خود شهر نرفتیم، از یک سری تونل هم رد شدیم. حالا فکر کنم توی اپیزودهای بعدی بیاد. نکته جالب این بود که هرچه به آنکارا نزدیکتر میشدیم، یعنی به سمت آسیایی ترکیه می رفتیم، این جاده ها خشکتر می شد، یعنی خشکی جاده و حالت کوهستانی بودنش بیشتر می شد و سرسبزی این سمت، یعنی سمت اروپایی رو نداشت و مدرن بودن سمت اروپایی هم نداشت. بزرگترین مشکل و چالنجی که ما داخل ترکیه داشتیم ورود به مرزش بود که مرزبانانش زبان انگلیسی خوب بلد نیستن و یه مقدار این سند و اسناد کارنت ماشین رو نمیفهمیدن. و چالنج دوم این بود که وای فای فقط قسمت اروپاییش، اینم توی استارباکس بین جاده بود و ما بهتون گفتم نقشه رو همیشه آفلاین میایم و ولی خب مردم مهربونی داره، اگر زبونتو بفهمن بهت هات اسپات و وای فای قرض میدن. داخل ترکیه حتما باید سیم کارت و اینترنت ترک بخریم، ولی خب ما چون قرار بود فقط از داخل ترکیه عبور بکنیم و خب این عبور یه مقدار طولانی هم بود دیگه، 2-3 روز طول میکشید، ما نخریدیم. اما توی برگشت حتما خواهیم خرید. چالش دیگه با مردم ترکیه زبان انگلیسی که متوجه نمیشن،
توی منوهای غذاشون زبان انگلیسی نوشته نشده، توی اکثر رستوران ها ساین ها و علامت های خیابون زبان انگلیسی نوشته نشده، و اما خب خدا رو شکر زبانشون یه مقدار به فارسی یه کوچولو میشه فهمید از تابلوها، مثلا کلمه مرکز یا مرکز شهر رو متوجه میشین در این حال. آها اینجا بود که وارد آنکارا شدیم. اون قبل توی جاده تابلوشو دیدین جهت زده بود، این شهر آنکارا الان روبروی ما، و البته ما داخل شهر نشدیم، از کمربندش رفتیم، انقدر گرسنه بودیم و به وایفای هم احتیاج داشتیم، رفتیم داخل یه رستوران ترکی، یه غذای آدانا کباب خیلی خوشمزه ترکی خوردیم با قیمت خیلی مناسب، یه مقدار هم تنقلات برای داخل ماشین خریدیم، و چه رسم خوبی دارن که روی غذا بهمون چای هم میدادن همه جا به صورت مجانی. اینجا داشتیم از اتوبان استانبول آنکارا رد میشدیم، فکر کردیم الان عوارضی ازمون میگیرن که نگرفتن. کشور ترکیه توی سالهای اخیر خیلی پیشرفت کرده بچه‌ها، آپارتمان سازی آپارتمان‌های خیلی قشنگی میسازن، کلا از نظر فرهنگ خیلی با چندین سال پیش که البته من آنتالیا رفته بودم خیلی فرق دارن. سال گذشته اما ازمیر ترکیه بودیم، خیلی خوش گذشت، و آنتالیا آلانیا قبلا رفته بودم، ازمیر هم رفته بودم، استانبول نرفته بودم، هنوز هم استانبول رو چرخ نزدم، انشالله برگشتنه با شما. اگه تا الان عضو کانال یوتیوب هم نشدی حتما سابسکرایب کن و عضو کانال یوتیوب بشو که ویدیوهای بعدی براتون بیاد، بخاطر که قراره از مرز بازرگان ایران رد بشیم و چالش‌های اونجا با این ماشین خارجی هم براتون خواهم گفت. پس حتما عضو کانال یوتیوب بشید، پیج اینستاگرام هم میتونید فالو کنید، چون ویدیوها به صورت کوچیک و رز حالت سرگرمی و یه کوچولو اطلاعات در حد اینکه مردم ایران بتونن باز کنن اونجا هم میاد. ببینید چقدر آپارتمان های مدرن و قشنگی، و ممنون تر میشم ازتون که ویدیوها رو حتما لایک و کامنت کنید، با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. بچه ها ببینید جاده چقدر خشک میشد سمت آنکارا و حالت کوهستانی پیدا میکرد، ولی خدا رو شکر آفتاب بود و همچنان زیبا و جالبه. حالا ولاگ بعدی رو امیدوارم ببینید چه هوایی بهمون خورد نزدیک مرز ایران. امیدوارم بتونم ولاگ بعدی رو به همین زودی براتون آپلود کنم روی یوتیوب، به خاطری که دارم وارد ایران میشم و خب سرعت اینترنت و 15 دقیقه ویدیو آپلود کردن نمیدونم چه جوری. اینم هم رستوران بین راه نزدیک آنکارا، یعنی توی کمربندی آنکاراست که بهتون گفتم، این مغازه نونواییشه، سوغات هم میفروخت، باستوق و همه چیز. آها راستی اینو میخواستم بگم، ما میخواستیم یه مقدار شکلات برای فامیل طبق سالهای قبل بیاریم، و چقدر خوب شد که نخریدیم این شکلات رو و نیاوردیم، چون توی ماشین همش ذوب میشد. اگر قرار تابستون سفر کنید این مسیر رو که ما رفتیم، به هیچ و شکلات و چیزای دیگه داخل حتی صندوق عقب ماشین نذارید، و اگر خواستین کارو بکنید باید یخکن بذارین داخلش. این دو پرس غذا با دوتا دوغ شد 12 پوند، خیلی هم خوشمزه بود. خود داخل خود رستوران هم نونوایی بود و این نونای البته خوشمزه و ناسالم هم میپختن، دوتا چایی هم که روش برام آوردن و باز مجانی. ببینید چای خونش چقدر زیبا بود، حیات داشت پشت این رستوران. خب غذا رو زدیم و افتادیم به جاده. باز داخل رستوران با وایفای رستوران به صورت آفلاین مقصد رو زدیم مرز بازرگان، ببینیم چه شهرهایی توی راهمون میان. داشتیم به جاده های کوهستانی نزدیک میشدیم، و البته کوهستانی تر داخل ولاگ بعدی، خیلی جالب میشه، پر از سورپرایز آب و هوایی و چی میگن منطقه‌ای و اقلیمی ولاگ بعدی. از این شهرهای کوچیک ببینید خیلی توی راهمون بودن. تصمیم گرفتیم بین راه توی شهر سیواس بمونیم که یه مقدار استراحت کنیم، بخوابیم، و هنوز هم هتل نگرفته بودیم، وایفای هم نداشتیم که وصلیم به اینترنت و بتونیم از Airbnb بگیریم. رفتیم داخل یک کافی شاپ قهوه خوردیم و وایفای هم ازشون گرفتیم، و این اتاق رو از Airbnb گرفتیم. شبی 25 یورو داخل سیواس، یک اتاق توی یک خونه بود، بنابراین من فیلم نگرفتم از خونه مردم. یه اتفاق بدی که برام افتاد، برای همین میگم این ولاگ از همش پر چالش تره، موقع پارک امیر ماشین رو زد به جدول و این رکابش در اومد. اینجا داریم رکاب ماشین رو می‌بندیم روی تریلر که بیاریم ایران، ماشین رو بذاریم تعمیرگاه. ببینید الان رکابش روی زمین افتاده. بعدی این ماشین اینه که رنگش فقط آمریکا پیدا میشه و بعد از آمریکا سفارش بدی، و این زیرش که کج شده اگر بخواد صاف کنه باید رنگش رو از آمریکا براش بفرستن.
خیلی هم حساس رو ماشینش و خلاصه این اتفاق بعد هم افتاد برامون دیگه. سفر همش هتل و رستوران نیست، از این چالش ها هم داره. ما همیشه مقصد رو میزنیم اونجایی که میخوایم بریم، بعد شهرهایی که بین راه هست اگر خسته شدیم داخلش یه اتاق میگیریم و استراحت میکنیم. این صبح روز بعد که افتادیم به جاده به سمت باز دوباره مقصد رو زدیم بازرگان و بعد از 5-6 ساعت رانندگی که خسته میشیم قراره توی راه یک هتل دیگه بگیریم و شب بخوابیم. یعنی با اینکه اصلا قرار بود ترکیه نمونیم 3 شب موندیم، از بس ماشاءالله این کشور بزرگه و جالبه فقط هم عبور میکردیم، یعنی توی شهرها نمیگشتیم، فقط میخوابیدیم و حرکت میکردیم، ولی 3 روز طول کشید فقط خود ترکیه. جاده های داغون قسمت آسیاییشو ببینید بچه‌ها، درست زیباست و کوهستانی ولی ببینید قسمت اروپایی چه جاده هایی داشت، ولی قسمت آسیایی جاده ها در به داغون، یعنی انقدر میلرزید. بعد شما به من میگید که موزیک روی فیلم نذار یا چرا فیلمات میلرزه. در ولایت های بعدی همراه هم باش. ممنون که لایک و کامنت میکنید. سوالی داری کامنت کن، در خدمتم.